نماینده ویژه حکومت پیشین در امور پاکستان در گفتگو با طلوع نیوز می گوید که سطح تعامل جامع جهانی با امارت اسلامی نسبت به سال پار کاهش یافته است. محمد عمر داوودزی علت این کار را عملی نشدن توافقنامه دوحه می داند. تعامل به این معنا بود که هرچقدر پیشرفت کنه طالبا در قسمت پوره کردن وعده هایشان جهان مقبرشان نزدیک شده میره. ولی با تاسف در یک سال و نیم گذشته بعقب رفتن طالبا. آقای داوودزی به این باور است که محدودیت های پسین حکومت سرپرست درباره آموزش و کار بانوان میان امارت اسلامی و جامعه جهانی فاصله ایجاد کرده است. این همش باعث شده که بین امارت اسلامی و بین جهان فاصله ایجاد شده. نماینده ویژه حکومت پیشین در امور پاکستان همچنان میگوید که اگر حکومت سرپرست انعطاف پذیری نشان ندهد، ممکن پالیسی امریکا در برابر امارت اسلامی تغییر کند. ممکن که تعامل دیپلماتیک بند کنند، صرف تعامل بشری را جریان بتند و جریان پیدا کنند. پایین آمدن سطح تعاملات جهان با افغانستان یکی از علتامتانه بوده باشه که فرامینی که در اخیر از طرف امارت اسلامی صادر شد و او محدود ساختن بانوان در امور تحصیلات و کار بوده. اما امارت اسلامی ایالات متحده آمریکا را متهم می سازد که با تعهدش در برابر حکومت سرپرست عمل نکرده است. اکنون ما می بینیم چیزایی را که امارت اسلامی مسئولیت داشت، تمام تعهدات یا وعده ها به جایش است. ولی چیزی که کمبود است این است که امریکایی ها نتوانستند که مسئولیت خود را ایفا کنند در قبال او تعهد نامه. محمد عمر داوودزی در این گفتگو از مسئولان امارت اسلامی می خواهد که به خاطر آینده روشن در افغانستان هم دیگر پذیری را در داخل کشور ترویج کنند.